درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به دایره تندرستی. لادن همایون صفت هستم در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که بتونیم با این برنامه خدمتی بکنیم به جامعه، به خیلی از شما عزیزانی که بعضی موقع ها یک آسیب هایی دارید، یا کلن یه مروری داشته باشیم به تمام شعاهای تندرستی، موضوعاتی که به سلامتی ما میتونه روز به روز کمک بکنه و چه کارهایی رو بکنیم، چه مواردی رو در نظر بگیریم که کوالیتی لایفمون، کیفیت زندگیمون بیشتر بشه. سعی و تلاش این برنامه به خاطر این موضوع مهم هست، به چه شکل بتونیم از خودمون نگهداری کنیم. خودم رو معرفی کنم، پین منیجمنت تراپیست، اینترنشنال فیتنس کوچ هستم و ویت کنترل اینستراکتور، کنترل درد یا مدیریت درد، و همینطور مربی آمادگی جسمانی، مدرک بین‌المللی دارم و تقریبا 13-14 ساله که برای ویت لاس تخصص دارم و از راه‌های مختلف اگر بتونم به شما عزیزان کمک بکنم. دوستان عزیز، در این برنامه هر بار متخصصایی رو در برنامه خواهیم داشت در مورد موضوعاتی که برامون پیش میاد، صحبت‌های تخصصی رو از دهان اونها میشنویم و همینطور حرکت‌های ورزشی که میتونه به ما کمک بکنه و حرکت‌هایی که برای از بین بردن بعضی از دردها بخواد به ما کمک بکنه، اونها رو من در خدمتتون هستم و با هم اونها رو بهش اشاره خواهیم کرد. در برنامه امروز من مهمونی رو خواهم داشت که میاد برای شما در مورد بیماری ورتیگو صحبت میکنه و یکی از افتخارات جامعه ایرانی هست، خانم دکتر لیلا هاشمی، اسوسییت پروفسور دانشگاه UCLA، که من از ایشون خواهش کردم در این برنامه تشریف داشته باشن و در مورد ورتیگو، این سرگیجه هایی که بعضیا میاد سراغمون و بعضی موقع اصلا نمیدونیم چی هست و به چه شکل میتونیم ازش تکر کنیم. من به خاطر کاری که به خاطر شغلی که دارم و کاری که دارم، خیلی ها رو میبینم که با این مشکل ورتیگو دارن دست و پنجه نرم میکنن و اصلا این مسئله خوشحالشون نمیکنه. در مورد این سوال ها رو از ایشون من خواهم داشت که به چه شکل، چه موقع باید با این مریضی روبرو شد و این چه شکلی به وجود میاد، که اگر که نشونه هایی از این بیماری رو در خودتون میبینید، حتما بتونید با پزشکتون مشورت بکنید و جلوگیری بکنید که این اتفاق براتون نیفته، بدتر و بدتر نشه. اگر که ما اوکی دوستان عزیز، امیدوارم که از این موزیک ویدیویی که تماشا کردید لذت برده باشید و همونطور که خدمتتون عرض کردم، در این قسمت برنامه مهمون نازنین رو در برنامه خواهم داشت، خانم دکتر لیلا هاشمی، اسوسییت پروفسور دانشگاه UCLA، که حسابی قرار تحلیل اطلاعاتیش بکنیم و در مورد ورتیگو برای شما صحبت بکنن. اگر که موافق باشید ایشون رو دعوت بکنیم به استودیو. خانم دکتر لیلا هاشمی، خیلی خوش آمدید به برنامه دایره تندرستی و درود من و بینندگان تایم تیوی به شما. مرسی، خیلی ممنون خانم همایون صفت. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان، ببخشید بینندگان تلویزیون. کانفیوز شدید چون هی میارم در رادیو در برنامه دایره تندرستی، حالا تلویزیون در برنامه دایره تندرستی. بله، تایم تیوی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و بینندگان عزیز و همچنین در خدمت دایره تندرستی. مرسی، ما واقعا در تلاشیم که به این شعاهای این دایره حسابی رسیدگی کنیم، چیزی از دستمون در نره. در برنامه رادیویی که داشتیم یک بار در این رابطه صحبت کردیم و اگر که خاطرتون باشه نتونستیم یه چیزایی، چون همش یه حالتی بود که باید نمایش میدادیم، ما هم سعیمونو کردیم ولی نشد و الان بهترین فرصته که بتونیم از این طریق در مورد ورتیگو صحبت بکنیم. درسته، بله.
در واقع اتفاقی که افتاد اون دفعه در رادیو شروع کردیم و راجع به دیزینس صحبت کردیم. دیزینس به فارسی در واقع سرگیجه میشه، ولی در واقع ما دو نمونه سرگیجه داریم، یکی لایت هدتنس هستش که سبکی سر هستش و یکی دیگه ورتیگو هستش که حرکت‌های چرخشی و دورانی هستش و دنیا دور سر میچرخه و این دوتا کاملا از همدیگه مجزا هستن و در واقع اون تعریفی که مریض از دیزینس یا در واقع سرگیجه میده باعث میشه که دکتر متوجه بشه که کدوم یکی از اینها رو مریض داره تعریف میکنه و دچار کدوم یکی از اینها هستش. اوکی، این ورتیگو، این به این سرگیجه ها کسی که این حالت رو بهش میگن ورتیگو، رایت؟ اگر که در واقع ورتیگو در انگلیسی به اون سرگیجه ای میگن که دنیا دور سر مریض میچرخه. امیدوارم سر شما ها نیامده باشه. انشالله که نه، برای اینکه یک حالتی هستش که آدمو از کار و زندگی و روزمرگی میندازه و باید آدم توی رخت خواب بمونه برای که این میاد و میره و معلوم نیست کی میاد کی میره، نمیشه رانندگی کرد، نمیشه راه رفت، معمولا خطر افتادن وجود داره وقتی که سرگیجه های دورانی وجود داره. اوکی، خب بس بریم که در این مورد استپ با استپ بخوام دکتر جلو بریم و بیشتر آشنا بشیم. اول یه ذره من راجع به لایت هدتنس یا سبکی سر صحبت بکنم. در واقع لایت هدتنس یا سبکی سر اون حالتی هستش که بعضی از آدما توصیف میکنن وقتی که به صورت ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته به حالت ایستاده وای میسن و احساس میکنن که سرشون داره سرشون داره گیج میره ولی دنیا نمیچرخه. یک احساس سنگینی در سر ایجاد میشه که نمیدونم چرا در واقع انگلیسی اون لایت هدتنس یا احساس سبکی سره، ولی اون چیزی که در سر احساس میشه احساس سنگینی هستش و مریض احساس میکنه که الان قش میکنه، سنکوب میکنه، میفته و اگر که در همون حالت بشینه مریض یا اینکه دراز بکشه اون حالت از بین میره. علت‌های شایع لایت هدتنس یا سبکی سر میتونه کم آبی بدن باشه یا دیهایدریشن، مثلا موقع‌هایی که آدم اسهال و استفراغ داره و آب بدن کم میشه یا ورزش‌های سنگین میکنه و با آب خوردنش، یعنی آبو نمیخوره به اندازه که آب بدن میشه. دیهایدریت میشه، در نتیجه فشار خون میفته و وقتی که فشار خون میفته اتفاقی که میفته جریان خون به مغز کم میشه و در یک لحظه مغز به خواب میره و بدن اون احساس تعادلش از دست میده. اتفاق علل دیگه در واقع لایت هدتنس بعضی از داروهایی هستش که مریضا استفاده میکنن به دلایل مختلف، مثلا داروهایی که برای داروهای قلب استفاده میکنن یا داروهای فشار خون استفاده میکنن. خیلی وقتا اینها باعث میشه که فشار خون بیفته و این حالت سرگیجه و لایت هدتنس ایجاد بشه در مریض. الکل میتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه غلظت خون رو زیاد میکنه. نه، برای اینکه وقتی که در موقع یه مقدار زیاد از حد خورده میشه رگای بدن رو باز میکنه و در نتیجه فشار خون میفته. ببینید میگم نخورید و در واقع کافی و کافئین هم همین کارو انجام میده و بیشتر موارد لایت هدتنس یا دیزینس خیلی بیماری های جدی و سیریسی نیستن، ولی بعضی وقت ها میتونه لایت هدتنس از علتش موارد خیلی سیریس و جدی باشه، مثل ناراحتی های قلبی، مثل اینکه زمانی که در واقع هارت فیلر یا نارسایی قلبی ایجاد میشه و در نتیجه اون کاردیاک آوتپوت یا اون خونی که باید از قلب بیرون بره مقدارش کم میشه، در نتیجه وقتی که مریض از حالت نشسته یهویی به حالت ایستاده در میاد اون مقدار خونی که باید به مغز برسه نمیرسه و مریض میتونه قش کنه یا سنکوب بکنه. علتهای دیگرش میتونه ایریتمی های قلبی باشه، مثلا ایتریال فیبریلیشن یا ریتم های ناجوری که در قلب
ایجاد میشه. در نتیجه وقتی که این اتفاق میفته، حالت دیزینس اتفاق میفته، احساس میکنید غش میکنید، مخصوصا اگر که غش کرد مریض، حتما باید به دکتر مراجعه بشه. 90% موارد چیز خاصی نیست، در حالت 5-10% موارد علتهای بسیار جدی داره این مسئله و دکتر شما میتونه نوار قلب بگیره ازتون، سونوگرافی قلب بکنه و قلبتون رو اِوالوییت کنه که و ارزیابی کنه و متوجه بشه که علت خاصی براش نیست. یکی از موارد بسیار شایعی که اتفاق میفته ارتوستاتیک هایپوتنشن هستش، یا در واقع پایین افتادن فشار خون پوزیشنی هستش که همونطور که گفتم وقتی که از حالت نشسته به ایستاده میاد مریض فشار خون میفته و جریان خون به مغز کم میشه. خب یعنی این که این اتفاق اگر که همیشه بیفته، یا مثلا بیشتر مواقع وقتی کسی نشسته بلند میشه و سرش گیج میره، اینو باید جدی بگیرن، نه اینکه، چون این رو خیلی وقت ما میبینیم که یک کسایی هستن میگن که خب این که اشکال نداره، چون نشسته بودی بلند شدی سرت داره گیج میره. پس این باید یه کمی هم جدی گرفته بشه. اگه کسی همیشه همچین اتفاقی داره براش میفته، همچین چیز عادی هم بله نیست. اگر که مثلا بیشتر از یک دفعه یا دو دفعه اتفاق بیفته، مخصوصا در مریض هایی که مسن‌تر هستن، داروهای فشار خون مصرف میکنن، در تاریخچه بیماری های قلبی دارن یا سکته مغزی دارن، حتما من سفارش میکنم و تاکید میکنم که لطفا با دکترتون در تماس باشید. همچین و... عادی هم نیست اگر فکر کنید در... مثلا آدم های جوونتر، مریض های جوونتر، یکی از علت های بسیار شایعی که در آدمایی مثل من و شما اتفاق میفته بهش میگن ویزوویگال سیندروم. و این اتفاقی که میفته، عصبای سمپاتیک پاراسمپاتیک یه خورده وضعیتشون قرقاتی میشه و فشار خون میفته. مخصوصا دیدیم که گزارش میکنن بعضی از آدما وقتی که میرن خون بدن یه دفعه قش میکنن. این علتش همون ویزوویگال سیندروم هستش. یا مثلا آدم تو صف نون وایساده برای طولانی مدت، مخصوصا اون نون سانتا مونیکا هستش، هوا گرم خیلی زیاد، میری مدت‌ها تو صف وای میسی، اون اتفاق میفته ویزوویگال. اگر که مثلا یک دفعه در طول عمرتون اتفاق افتاده، دیهایدریشن هم این اتفاق میفته، یا اینکه کربوهیدرات توی بدن، که خیلی بعضیا، حالا سر اون موضوع هم حتما صحبت میکنیم، بعضیا که یه دایتای آنچنانی میگیرن یه دفعه کاربو از زندگیشون حذف میکنن. من زیاد میبینم که اینا سرگیجه‌های خیلی بد سراغشون میاد. از اونا اگر فاکتور بگیریم در بقیه موارد، یه دور چک کنید ببینید سرتون برای چی داره اول گیج میره. همونطور که گفتم 90-95% مواقع علت جدی نداره، ولی 5% مواقع علتش خیلی جدیه و امکان عرست قلبی ناگهانی، ایستادن قلب به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکنه با این حالت لایت هددنس و سینکوپی. در نتیجه من توصیه میکنم حتی اگر یک دفعه هم در عمرتون اتفاق افتاده، با پزشک خانوادتون مشورت کنید و مطمئن باشید که در سلامت کامل به سر میبرید. امیدوارم که همیشه اینطور باشه. خب اگر که موافق باشید، یک مدل دیگه هم هست که خواستید که بله، در موردش توضیح بدید، که اون موضوع اصلی بود که احتیاج هست که پیکچر هم باشه. یه سری تمرین های ورزشی هم تمرین های ورزشی. پس اگر که موافق باشیم بریم یه بریک خیلی کوچیک بگیریم و برگردیم، با شما خواهیم بود با دایره تندرستی. اوکی، بریم سراغ ورتیگو. این گوش چه ماجرایی داره، فلفل نبین چی ریزه، ولی آره والا درستش سابقه. آره والا. خب الان راجع به ورتیگو میخوایم صحبت کنیم، یا همون سرگیجه دورانی که دنیا دور سر مریض میچرخه. این سرگیجه دورانی علتهای مختلفی داره. یکی از شایع ترین علتهای سرگیجه دورانی benign paroxysmal positional vertigo هستش، که در واقع به فارسی اگر بخوام من اتمتی داشته باشم و اینو ترجمه بکنم، میشه سرگیجه دورانی خوشخیم که پوزیشنال هم هستش.
حالا توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. تو این بیماری که در واقع 90% علتهای سرگیجه دورانی هستش، اتفاقی که میفته وقتی که مریض از یه دست به دست دیگه میشه، دنیا شروع میکنه به چرخیدن و در واقع حالت تهوع استفراغ میگیره، جلو چشاش سیاهی میره و در همون لحظه اگر مواظب نباشه تعادلش از دست میده و میتونه زمین بخوره. قبل از این که من بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنم، یه نکته رو راجع به حفظ تعادل در بدن راجع بهش صحبت بکنیم. خیلی مهمه. تو امتحانتون میاد، ازتون کویز میگیریم. خب علت چجوری ما بدنمون رو تعادلش رو حفظ میکنیم، سیستم های مختلفی در بدن وجود داره که این تعادل ما رو حفظ میکنه. مهمترین سیستمی که در حفظ تعادل بدن مهم هستش گوش داخلی هستش و سیستم بعدی سیستم بینایی ما هستش، چشم ما هستش که دائما در واقع مسیج میفرسته، پیغام میفرسته به مغز ما و هر ثانیه به مغز ما میگه که ما در چه حالتی وجود داریم. سیستم بعدی یک سری سلول در واقع عصب هایی هستن که در داخل مفصلای ما وجود دارن و هر ثانیه پیغام میفرستن به مغز ما که اون بدن ما در چه حالتی قرار داره. و سیستم بعدی سیستم در واقع فشاری که روی پوست بر اثر جاذبه ایجاد میشه و اون سلول های عصبی یا اون عصبایی که در پوست هستن اون پیغام ها رو به مغز میفرستن و همه اینها به اضافه مخچه ما که در قسمت پشتی مغز وجود داره با همدیگه تعادل ما رو حفظ میکنن. اگه که ما بتونیم شکل گوش داخلی رو نشون بدیم اینجا روی اسکرین، yes thank you so very much، و این در واقع گوش داخلی ما هستش. این قسمت پایینی مسئول شنوایی هستش، در واقع شنوایی ما از اینجا شروع میشه. این قسمت بالایی که اینجا میبینین که یه حالت 3.5 دایره داره، این در واقع سیستم تعادلی ما هستش. همه چی از نظر تعادل زیر سر این هستش. در واقع وقتی که ما حرکت میکنیم این سیستمه به مغز ما پیغام میفرسته و به مغز میگه که ما در چه حالتی قرار داریم. این دوتا در واقع کیسه کوچولویی که اینجا میبینید، این یکی و این یکی، در واقع پیغام میفرستن به مغز وقتی که ما سرمون عقب و جلو میشه، بالا پایین میشه و میچرخه. حالا نکته جالب، اگه برگردیم به اون سرگیجه دورانی که راجع به صحبت کردیم و گفتیم به نام پوزیشنال ورتیگو شایع ترین علت سرگیجه هستش، از این دوتا عضو بسیار کوچولو ایجاد میشن. این دوتا عضو کوچولو یه سری در واقع موهای کوچولی، موجک‌های کوچولویی دارن توشون و رو سر اونها یه سری کریستال‌های بسیار کوچیکی از کلسیم وجود داره که در واقع اینها وقتی که حرکت می‌کنن به مغز پیغام می‌فرستن و میگن که سر ما در چه وضعیتی قرار داره. حالا بعضی وقتا به دلایل مختلف که کاملاً هم معلوم نیست که چه علتی داره، این کریستال ها از اینجا کنده میشن، راه خودشونو پیدا میکنن، وارد این سیستم های نیمه دایره میرسن و وقتی که تو این سیستم نیمه دایره میرسه و حرکت میکنن، بدون اینکه شما حرکت کرده باشین مغز فکر میکنه که شما دارید حرکت میکنید و اون زمان هستش که اون احساس سرگیجه به مریض دست میده. حالا چه علتهایی داره که این اتفاق میفته؟ میتونه در واقع ضربه‌ای به سر باشه، تصادفات میتونه این اتفاق رو به وجود بیاره و بله بله درسته. و بعضی‌ها میگن که عفونت‌های ویروسی گوش داخلی هستش که ممکنه که این رو به وجود بیاره، ولی دقیقاً چه چیزی اینو به وجود میاره معلوم نیست، یا تحریکش میکنه و تحریکش میکنه معلوم نیست که چی باعث میشه که این کریستال‌ها که در واقع سنگای بسیار کوچیکی هستن از جاشون کنده میشن و وارد اون سیستم در واقع نیمه دایره میشن. ولی اینو میدونیم که
این بیماری یا کنده شدن این کریستال ها در آدمای بیشتر از 50 سال بیشتر شایعه. در واقع البته در هر سنی ممکنه اتفاق بیفته، ولی برای آدمای بیشتر از 50 سال این در واقع شایع تر هستش. این اصلا در واقع عوارض خاصی نداره، شنوایی از دست نمیره، این سرطان نیست، بیماری بدخیمی نیست، ولی یه چیز خیلی بد داره و اون اینه که خیلی به سختی درمان میشه و میاد میره و مریض رو از زندگی میندازه و خیلی خطرناکه. وقتی که این سرگیجه ایجاد میشه، حس تعادل از دست میره، در نتیجه مریض میتونه زمین بخوره، لگنش بشکنه، دست و پاش بشکنه. در نتیجه خیلی مهمه که این بیماری درمان بشه و زمانی که در واقع سرگیجه وجود داره، مریض در جای خودش باقی بمونه و استراحت بکنه، رانندگی نکنه. و وقتی که این بیماری به سراغش میاد، حتی اگر که در اون زمانی که میخواد رانندگی رو شروع بکنه احساس سرگیجه نداره، ولی من توصیه نمی کنم رانندگی کنی، بلکه این معلوم نیست که میاد. بله، یه دفعه میادشو و یه دفعه تو فریوی داری رانندگی میکنی، سرگیجه میاد، تعادل از دست میره و باعث تصادف میشه. هم به خودت ضرر میزنی، هم به آدمای دیگه ضرر میذاری. راه درمان این، بهترین راه درمانش، یه سری ورزش هایی هستش که ما میتونیم اینها رو به دوستانمون نشون بدیم. کاری که در رادیو همراه ما متاسفانه نتونستیم این کار رو انجام بدیم. بله. امیدوارم که دوستان از این طریق حداقل بتونید ببینید و مشکلشون رو حل کنن. یه چیزی، از کجا باید کسی بدونه که ورتیگو داره؟ یا یه سوال دیگه ای هم که هست، یکی اینه، یکی هم که کسانی که خیلی مدت پیش این رو گرفتن هنوز هم جای درمان براشون هست، یا چه مدلش درمان میشه، چه مدلش درمان نمیشه. درسته. قبل از اینکه بریم استودیو. بله، ببینید، همونطور که گفتم تفاوت بین لایت هدیدنس که سبکی سر و ورتیگو که سرگیجه دورانی هستش، بر اساس تاریخچه‌ای که مریض میده دکتر متوجه میشه که کدوم یکی هستش. و بعد برای این که بدونیم سرگیجه دورانی علتش کدوم هستش، یه سری در واقع فیزیکال اگزامینیشن هایی هستش، یه سری در واقع معاینات فیزیکی هستش که دکتر انجام میده و سر مریض این ور اون ور میچرخونه و مریض وقتی که سرشو میچرخونن، اون سرگیجه به سراغش میاد و چشم شروع میکنه به صورت در واقع ورتیکال، به صورت هورایزونتال، افقی، به صورت افقی حرکت کردن که بهش میگن نیستاگمس. و از اونجا دکتر متوجه میشه که این به نان پوزیشنال ورتیگو هستش. ولی علتهای دیگه ای هم به نان پوزیشنال ورتیگو داره. یکی دیگه از علتهایش که خیلی در واقع اثر میذاره منیر دیزیز هستش، که در واقع هم سرگیجه دورانی مریض میگیره، هم شنواییشو از دست میده. oh، و همین که توی گوش شروع میکنه به زنگ زدن، و این خیلی در واقع دردناک هستش و هنوز هم نمیدونیم که علت منیر دیزیز چی هستش. ولی میگن که مایه گوش داخلی افزایش پیدا میکنه، ولی حالا چجوری افزایش پیدا میکنه خدا میدونه که چجوری اتفاق میفته. این مریضی میاد میره تا اونجایی که شنوایی فرد از دست میده. ولی بعد از مدتها این بیماری، خوبیش به اینه که بعد از مدتها مریض سرگیجش از بین میره و شنواییش رو به دست میاره. خب خدا رو شکر که این اتفاق میفته. بله، و علتهای دیگه هم داره که خیلی جدی هستن و باید مخصوصا کسایی که فشار خون دارن، بیماری قلبی دارن، دیابت دارن، اگر سرگیجه میگیرن حتما به دکترشون مراجعه کنن. علتش اینه که ممکنه که سکته مغزی در مخچه اتفاق افتاده باشه و
این سرگیجه دورانی ممکنه و از دست دادن تعادل میتونه نشان دهنده سکته مغزی در مغز پشتی یا مخچه باشه و در نتیجه من واقعا توصیه میکنم که حتما با پزشک خانوادهتون در جریان بذارین و ممکنه که لازم باشه که از سرتون MRI گرفته بشه که متوجه بشیم که علتش چی هستش. خب اگر که موافق باشید دوستان، بریم در استودیو و شروع بکنیم به اینکه چه حرکت هایی رو شما در منزل اگر انجام بدید، اگر که ورتیگو دارید، چه حرکت هایی رو شما میتونید در منزل انجام بدید که باعث بهبود بشه. یعنی اینکه اگر کسایی هستن که سالیان سال اینو دارن، فکر میکنید شانسی برای خوب شدنشون؟ بله بله، البته مریضی بلایند پوزیشنال ورتیگو معمولا حد اکثر 12 ماه بیشتر بدون درمان نمیمونه، ولی مشکلی که با اون داره وقتی که یه نفر شروع کرد به نان پوزیشنال ورتیگو بگیره، ممکنه که دوباره این اتفاق براش بیفته. ممکنه تمپوری بره ولی دوباره برمیاد. بله درسته، یعنی اونها بیشتر در ریسک گرفتن این بیماری هستن دوباره. اوکی anyway، پس بریم به سراغ تمریناتی که میتونه به کسانی که مشکل ورتیگو رو دارن کمک بکنه. امیدوارم که براتون مفید باشه. با ما باشید دوستان. خب بینندگان عزیز، در مورد ورتیگو صحبت کردیم و الان خانم دکتر هاشمی رو توی استودیو داریم که در مورد درمانش، اون حرکت‌های ورزشی رو که گفتن کمک میکنن، بخوان بگن که به چه شکل میتونه به همون کمک بکنه، چه ورزش هایی رو باید توی خونه انجام بدن کسانی که ورتیگو دارن. امیدوارم خوب بشید. خب این گویی میدان باید چی کار کنیم؟ خب همونطور که توضیح دادم، این ورزش بیشتر به درد سرگیجه هایی میخوره که ما اسمش رو میزنیم benign paroxysmal positional vertigo، یعنی که در واقع سرگیجه پوزیشنی خوشخیم هستش. و اتفاقی که میفته اینه که مریض وقتی که سرشو به یه طرف خم میکنه یا حرکت میده، دچار احساس سرگیجه میشه، دنیا دور سرش میچرخه و حالت تهوع میگیره. خیلی از دکترها یک مانورهایی رو توی آفیسشون انجام میدن و یا فیزیکال تراپی این کارها رو انجام میده و بهش میگن اپلی منور، ولی در خونه هم ورزش هایی و پرکتیس هایی هست که میشه انجام بشه که در واقع کمک کنه به این سرگیجه. در واقع درمان اصلی این نوع سرگیجه ورزش کردن هستش. حالا میریم که میگم ورزش کنید سرتون گیج نره. هی ورزش نمی کنید سرتون گیج میره، حالا ورزش کنید و سرتون گیج نره. ولی یه چیزی که از شما قبلا پرسیدم، کسانی که سرگیجه ندارن، این وقت فکر نکنم بعضی از ماها، حالا نمیخوام بگم ایرانی یا غیر از این، هر چیزی که خوبه میگه خب پس من هم انجام بدم. کسایی که ندارن این حرکت ها رو انجام ندن چون ممکنه که ورتیگو بگیرن. بله درسته. علت این که این ورزش ها انجام میشه اینه که همونطور که صحبت کردیم، سنگای بسیار کوچیکی هستش که میرن تو قسمتی از گوش داخلی قرار میگیرن که نباید باشن و این باعث سرگیجه میشه. این ورزشی که ما داریم انجام میدیم، داریم سعی میکنیم که سنگا رو از اونجا در واقع ورداریم ببریم سر جای اصلیشون بشونیمشون. و حالا شروع الان میکنی؟ من قربانی جلوی شما نشستم چون من ورتیگو ندارم. اگر که بعدش هر چی شد، بدونید که من در راه نجات بیماران ورتیگویی دیگه از صحنه خارج شدم، ورتیگو گرفتم و الان دارم خودم تو خونه این کارا رو انجام میدم. من به شما قول میدم که شما هیچ گونه سرگیجه‌ای نمیگیری. امشب هم با هم دیگه میریم شام بیرون. شما هم داریم میریم بیرون، تشریف بیارید شما. اوکی. خب مادر جون، کاری که میکنی لبه تخت میشینی، خیلی ریلکس، خیلی عادی بدنتو شل میکنی و فرض میکنیم که سرگیجه شما وقتی ایجاد میشه که به سمت راست میچرخی. کاری که میکنی سرتو 45 درجه به سمت راست خم میکنی و 10 ثانیه نگه میداری. یه کمی بیشتر لطفاً. یعنی فکر میکنی مال همه اینقدر به چرخی گردنشون بیاد سمت پایین؟ اگه که بیان پیش شما تمرین کنن، آره، یه ذره بدنت هم خم میکنی 45 درجه، 10 ثانیه نگه میداری، بعد خیلی آروم برمیگردی و روی
دست راستت دراز میکشی، 10 ثانیه نگه میداری. حالا اگه کسی نتونست این همه بیاد پایین چی؟ بعد اون وقت باید بیان لادن فیتنس کلاب و بدنشون رو فلکسیبل کنن. حالا نه واقعا یه با کسی میتونه بهشون کمک بکنن کسی؟ بله میتونن کمک کنن، مثلا فرزندشون، خواهرشون، مادرشون میتونن کمک کنن. یه مردم آزاری بالاخره پیدا میشین. بله حالا میریم و این کارو در سمت چپ انجام میدیم. اول یعنی اول خیلی ریلکس میشینید، خیلی ریلکس دوباره میشینید، 45 درجه گردن مبارکتون رو به سمت چپ میچرخونید. چه دانش آموز خوبی. 10 ثانیه که نگه یه ذره بدنتو خم میکنی، بعد بر میگردی میری قشنگ میخوابی. وقتی که این کارو میکنید، اولش برای اینکه این سنگ شروع میکنه به حرکت کردن، ممکنه حالت تهوع بگیری، سرگیجه شدید بگیری. لطفاً گیواب نکنید، لطفاً تسلیم نشید. این کارو انجام بدی، 10 دفعه این کارو تکرار بکنی، صبح، ظهر، شب، و من به شما قول میدم که سرگیجهتون خوب میشه. برای که این تنها راه درمان سرگیجه پوزیشنال خوشخیم هستش. بعد یک بار باید انجام بدن؟ یا چند دفعه؟ 10 دفعه این کارو انجام میدم. 10 دفعه این ور، 10 دفعه این طرف. خب. حالا من تخفیف میدم، 5 دفعه این ور، 5 دفعه این ور. خب. انجام میدی؟ قبل از صبحانه، قبل از نهار، قبل از شام. و آره دیگه، این ورزشی هستش که انجام میشه. فیزیکال تراپیستتون، دکترتون تو آفیس میتونه خیلی پیشرفته تر از این انجام میده. یک روش دیگه هم هستش که برای کسایی که نمیتونن به قول شما خم بشن، و میریم و اونو روی مت انجام میدیم. خیلی ریلکس، صاف لبه تخت میشینین، 45 درجه سر رو به سمت چپ، به سمت راست، ولی به سمت چپ نگاه میکنی، برمیگردی، دراز میکشی، 10 ثانیه نگاه میداری، یواش بلند میشی، لبه تخت میشینی. تو این مرحله سر شروع میکنه به گیج رفتن. وقتی که میچرخونی لطفاً به سمت به اون سمت مخالف نگاه میکنی، 10 ثانیه نگاه میداری، میری پایین، روی دست چپ میخوابی، 10 ثانیه نگاه میداری، and all over again. Good job. مرسی. پس 5 تا 10 بار به سمت راست این کار رو میکنید و 5 تا 10 بار به سمت چپ. Good luck. یه نوع ورزش دیگه هم میتونین انجام بدین برای کسایی که نمیتونن لبه تخت بشینن، یا همونطور که لادن جون گفتن مشکل دارن با بدنشون، نمیتونن خم بشن. کار دیگه ای که میکنی، متو میذاری روی دوتا زانو میشینین همونطور که لادن جون نشسته، سرو خم میکنی به سمت جلو، جلوتر بیا جلو، گردنتو بیار جلو، خیلی هم خوب، 10 ثانیه نگه میداری. بعد از 10 ثانیه سرتو میبری به زانوهات نزدیک میکنی. برای که راحت تر باشه میتونی دوتا دستتو دو طرفت قرار بدی. حالا کاری که میکنی بعد از که این کارو کردی، سرتو یه دفعه به سمت چپ میچرخونی، 10 ثانیه نگه میداری، بلند میشی. حالا دنیا داره میچرخه، ولی گیواب نمیکنین، تسلیم نمیشید. برای که ما میخوایم اون سنگ بعد جنسه رو برداریم ببریم سر جاش بشونیم. خب okay. دوباره شروع میکنی، خم میشی لادن جون، بیشتر خم میشی، سرتو خم میکنی، میاری جلو، 10 ثانیه تو این پوزیشن قرار میدی، تو این موقعیت خیلی هم عالی، میری پایین، حالا میچرخی به سمت راست، 10 ثانیه نگه میداریم، برمیگردیم به سمت بالا. اینجاست که قلب داره تونتون میزنه، سر داره میچرخه، ولی اند ریزالتش، عاقبتش اینه که
شما سرگیجتون از بین میره. برای که این کارا رو نکنین 6 ماه تا 12 ماه گرفتار سرگیجه خواهیم بود. اوکی، پس این رو هم باید بین 5 تا 10 بار تکرار کنم. بله، 5 تا 10 بار، 3 دفعه در روز. 3 دفعه در روز سرتون رو آروم میارید پایین، یه ذره کمرتون رو خم میکنید، دستاتون میتونه راحت پهلوهاتون باشه، سرتون رو آروم نزدیک زانوهاتون میکنید، نگه میدارید، آروم سرتون رو به سمت چپ و 10 ثانیه در این حالت خودتون رو نگه میدارید، برمیگردید، میایید بالا و این بار همین حرکت رو میکنید، ولی وقتی که پایین رفتید به سمت راست سر پایین 10 ثانیه، میرید به نزدیک زانواتون و به سمت راست نگاه میکنید 10 شماره و برمیگردید. Good job. Good luck. دوستان عزیز، امیدوارم که استفاده کرده باشید. من که الان برگشتم، یعنی که همه چی اوکیه. من به شما قول داده بودم که شما اوکی خواهید بود. برای همین دیگه اسوسییت پروفسور دانشگاه UCLA دیگه. شما من دارین خجالت میکنید. نه خواهش میکنم. واقعا تک تک کسانی رو که اینجا باشون آشنا میشیم، کسانی که هستن، ایرانیایی که هستن، باعث افتخارن و خیلی جای خوشحالی داره برای من که بتونم در کنارشون باشم و از این طریق بتونیم به شما عزیزان هم کمکی برسونیم، اگر بتونیم. این هدف ماست. و در برنامه دیگه‌ای که خواهیم داشت حتما خانم دکتر هاشمی در مورد یک سری از مسائلی با شما صحبت خواهند کرد که به چه شکل بتونیم پیشگیری بکنیم از بعضی از مریضایی که ممکنه برای ما به وجود بیاد. همین الان قول از ایشون می‌گیریم. حتما پریونتیو مدیسن یا طب پیشگیری که من فکر می‌کنم تو جامعه ایرانی اصلا شناخته شده نیستش. خب پس حتما در یکی دیگه از برنامه‌های دایره تندرستی ایشون رو در برنامه خواهیم داشت و در مورد این موضوع مهم بیشتر صحبت خواهیم کرد. مدت خیلی ممنونم. ممنونم که من رو دعوت کردیم به دایره تندرستی. خیلی خیلی ممنونم. از بینندگان عزیزم خدافظی میکنم. ایشالله که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشین و هیچ وقت غم به دلتون نشینه. مرسی، ممنون. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از برنامه امروزم استفاده کرده باشید و هیچ وقت این ورتیگو سراغ شما هم نیاد. همونطور که گفتم در این برنامه سعی میکنیم به موضوعات مختلفی در رابطه با تندرستی صحبت بکنیم و میتونید خیلی راحت از طریق لادن همایون صفت روی صفحه فیسبوک سوالات خودتون رو و نظریات خودتون رو برای من بفرستید، یا همینطور از طریق ladenshow@yahoo.com. اگر هر نظری دارید و هر سوالی از این برنامه دارید با کمال میل میتونید با من در ارتباط باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، از همه راحت‌تر زمانی که داره برنامه پخش میشه میتونید از طریق صفحه فیسبوک لادن همایون صفت، البته روی فن پیج اگر ممکنه برای من پیغام هاتون رو بفرستید، با کمال میل با هاتون در ارتباط خواهیم بود. و موضوعی که خیلی مهم هست و در موردش حتما در برنامه ی آینده صحبت میکنم در رابطه با تندرستیه، که ما به چه شکل میتونیم از خودمون نگهداری کنیم. و ایستی خیلی مهمه، بعضی ها فکر میکنن که وقتی که چاقن یا وقتی که خیلی لاغرن، یا چاقن یا لاغر، ولی مسئله این نیست. مسئله برای من شکل فیزیکی ما آدم ها نیست. وقتی که در مورد تندرستی صحبت میکنیم سه نکته خیلی مهم هست. کسانی که خیلی لاغر هستن و یا چاق هستن وقتی که سراغ من میان و در این مورد صحبت میکنن، به اشتباه دارن در مورد این حرف میزنن که من میخواد وزنم بره بالا وقتی که لاغرم، یا من، یعنی با تمام استرسش داره در مورد اینجور مسائل صحبت میکنه که اصلا برای من چراغ روشنی نیست. تندرستی ما به سه مسئله بستگی داره. اول از همه مایند ما هست، فکر ما که آزاد و راحت و خوشحال باشه، بعد تغذیه ما هست و بعد ورزش. اگر که این دوتا مسئله رو، اگر این دوتا فاکتور رو ازش غفلت بکنید، هرگز ورزش هیچ معجزه‌ای در زندگی شما
نخواهد داشت. پس سعی کنید استرستون رو بیارید پایین. در مورد چاقی و لاغریتون وقتی که میخواید صحبت کنید اینطوری با تنشن نیایید و تصمیم نگیرید. بعد به دایتتون دقت بکنید و بعد ورزش میتونه فوق‌العاده برای شما کمک باشه، که این رو حتما در برنامه آینده براتون مفصلا صحبت خواهم کرد که به چه شکل ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و از چه موضوعاتی و از چه کارهایی میتونیم برای این قضیه استفاده بکنیم. پس تا برنامه دیگه که با دایره تندرستی در خدمت شما عزیزان باشیم، امیدوارم که همیشه سالم، تندرست و پیروز باشید و از خدمتتون مرخص میشم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدرود.